پس از حدود 7 ماه تعطیلی، لوور درهایش را به روی بازدید کنندگان گشوده و همچون دیگر مکانهای فرهنگی از همان ساعت اولیه صبح گروهی در انتظار ورودند. از آغاز شیوع کرونا، این مهمترین و بزرگترین موزه فرانسه تنها 161 روز پذیرای بازدید کنندگان بوده و بازگشاییش شادی غیرقابل وصف و آشکار برای کارکنانش به همراه آورده. مری گقه از راهنمایان لوور است و در اولین مواجهه با بازدید کنندگان از لبخندی میگوید که به پهنای صورتش نشسته. به شدت خوشحالم. انگار روی ابرها سیر میکنم. انگار خواب میبینم و واقعی نیست. تقریبا 7 ماه از موزه محروم بودیم و باورم نمیشه که دوباره دارم از نزدیک آدم ها رو راهنمایی میکنم و نه از پشت کامپیوتر. فکر کنم لبخندم رو از پشت ماسکم بتونید ببینید. بازیافتن لبخند شعار لوور برای این بازگشایی است. لبخندی که روز کوچک در تالارهای موزه به دنبالش می‌گردد و در این سالن پیدایش می‌کند. دخترمون عاشق دیدن تابلوهای نقاشیه. مدت‌ها بود موزه نیومده بود و دلش خیلی تنگ شده بود. بنابراین از این فرصت و شرایطی که افراد کمتری هم در موزه هستند، استفاده کردیم برای تحسین هرچه بیشتر آثار. مونالیزا یا ژوکوند هم همچون قبل ستاره مجلس است، اما حالا برای دیدنش نیازی به ایستادن در صفهای طولانی همیشگی نیست. وضعیتی مشابه برای دیگر آثار مهم موزه. موزه لوور در شرایط عادی قبل از کرونا بیش از 30,000 بازدیدکننده در روز داشت، اما حالا فقط 45% از ظرفیتش رو بلیط می‌فروشه. فرصتی برای دوستداران این موزه تا بتونن در فضای خلوت و آرام از آثار موزه لوور دیدن کنن. تعطیلی طولانی مدت لوور اتفاقی بی سابقه از جنگ جهانی دوم تا به حال بوده. مدیران موزه از این فرصت برای بازسازی و نوسازی برخی از سالن‌ها و جابجایی برخی آثار استفاده کردند. خیلی چیزا هم به لطف بحران کرونا بهبود پیدا کرد و ادامه پیدا می‌کنه. ما می‌دونیم که به این زودی به سطح و تعداد بازدیدکنندگان کامل مثل قدیم بر نمی‌گردیم. ما برخی درس‌هایی که از این بحران آموختیم رو حفظ می‌کنیم، مثل رزرو ساعت بازدید و بازدیدهای مجازی که بسیار هم پیشرفت کرده. 38,000 اثر در موزه لوور در فضایی به وسعت 80,000 متر مربع به نمایش درآمده. اگر برای هر اثر تنها 1 دقیقه وقت بگذارید، دیدن همه آثار این موزه دست کم 2 ماه طول خواهد کشید. نیلوفر پور ابراهیم، ایران اینترنشنال، پاریس.